مولای امیرالمومنین تو کمر شاهزاده بوده و این جذب شد به امیرالمومنین و اونجوری خامنه‌ای شد کام قنبر یا حب و علیت حب و شدید عاشق امیرالمومنین دیوانه امیرالمومنین. فرمود این قنبر یه روز اومد در خانه امیرالمومنین در زد فزه خادمه در باز کرد رضوان الله علیها فزه خیلی مقام داره. اگه بهتون بگم فزه تالی تل به معصومیه تعجب نکنید. فزه شاهزاده است. اونم تو خواب دید حضرت زهرا. خواب دید امیرالمومنین. خواب که ما میگیم یعنی اون مکاشفات نورانی مردم لیاقت ندارن میگن خواب. بلا اینا خواب نیست. خلاصه چنان دلاده شد و امیرالمومنین گفت آقا دیگه طاقت ندارم میگه شما چجوری باید به شما برسم. فرمودن جنگیدن میگیره بین لشکر اسلام و طرف شما و خلاصه بی حسیت شمدی بود آمده بود همه جا و امیرالمومنین خودشو به سون تو اسرا انداخ بود و شبهایی زرز کشید تا رسید تو خونه امیرالمومنین. این فزه است. این در رو باز کرد. قنبر گفت بهش گفتم که اینه علی بن ابی طالب آقا علی کجاست؟ گفت قالت فی البروج. فزه فرمود رفته در ارتفاعات آسمان. قنبر میگفتن به انا لا اعرف لاهل المؤمنین بروجا. من برای علی بروج سراغ ندارم. هر جا میره باشه میگم بروج کجاست؟ و ما یست لا فی البروج. اونجا رفته چیکار کنه؟ فزه فرمود هو فی البروج الاعلا. رفته در بروج اعلا ارتفاعات بالا یقسم الارزاق. رفته روزی خلاق رو تقسیم کنه. و یعلم الآجار. رفته علی تو بروج عمرها رو تعیین کنه که چقدر باید زنده بمونه و یخلق الخلق. رفته اونجا خلق را ایجاد کنه و یمیت و یحیی. رفته اونجا بمیراند خلایق را و زنده کند مردگان را و یعز و یذل. رفته عزت بده به اهلش و ذلت بده به اهلش. قنبر میگه گفتم و الله لأخبرن مبلغی امیر المؤمنین به ما سمعتون این حاضر کافره. به خدا قسم میرم به علی میگم که این کنیز کافر علی اللهی شد. این مقاماتو داره به علی بن ابی طالب نسبت میده در حالی که این حرفا مال خداست. او یحیی و یمیته. او یعز و یذل و یعزه. او نمیدونم یخلق الخلق و یعین الآجال و یقسم الارزاق. فبیدان نحر کذالک. قبل میگه تو همین صحبت بودیم و اینها ارتلع امیر المؤمنین دیدم آبی داشتون مثل خوشید حضرت وقتی ظاهر میشون همه فکر کردن خوشید رو کرده این قیبت و جلالتش. یه راوی سنی آقا از دستش در رفتی حدیثی نمیشه میگه هر زمان امیر المؤمنین بر جمعی وارد میشون بی اختیار همه میگفتن لا اله الا الله. بی اختیار همه میگفتن لا اله الا الله چون ظهور دیگه. و انا متعجب من مقالته ها. دیدم امیرالمومنین داره میاد منم هنوز تو کف حرفای فزه بودم عقیده بود که حرفا کفره خوب گوش بده. فقال لی یا قنبر ما هذا الکلام الذی جرى بینک و بین فزه. حضرت به مقدمه فرمودن چیه بین تو فزه رد و بدل شده که به هم ریختی؟ گفتم یا امیرالمومنین فزه اینجوری گفت اینجوری گفت و وقتی تو متعجب این حرفا رو من تا حالا نشنیده بودم اینا چیه؟ فرمودن یا قنبر و انکه نزالک حرفای پسر ممکن شدی تو؟ گفتم یا مولای اشد در این کار بعد جوری هم ممکن شده. حضرت فرمودن یا قنبر خود نومن بی بیا نزدی بیا نزدی انقدر اصلا نزدی که تصویر هم بابار معروف یه قدمی هم در مومنین فتکت در بیشه که نزدن پت هم دیدم حضرت داری دعای زکر میگه من نمیفهمیدم چی میگه. بعد از اون دیدم نزدش تو صورت من فرمودن که ببین نگاه کردم دیدم آسمان ها و آنچه در آسمان هاست و این آدم ببین دقت کنید سماوات و آنچه که در آسمان هاست در دست امیرالمومنین و جلوی امیرالمومنین مثل یه دونه گردو یا بادامه یعنی به این کوچیکی در آسمان به تر هر زمین به قدر یه گردو پیش امیرالمومنین این حال رو حضرت داره به قنبر میخواد معرفتش رو بالا ببره. ما که محرومیم از دیدن امام خوب گوش بدید آخرش حضرت هر که انها فلقت و جوزتون ید اوه ها کنی فیشا دیدی شما یه دونه گردی دستت بشه هر جوری میخواه باش بازی میکنید میشه آنی بلا کنید دیدم حضرت با عوالم داره اینجوری حرکت و قال والله اینی رأیت خلقا کثیرا میگرد به خدا قسم دیدم کنون حالا قنبر میگه
تعداد زیادی کثیری خلق یه عده دارن میرن یه عده دارن میان. براتشی دیدید صفا مرمش جوریه، یه باند همه میرن یه باند میان. حالا اینو میلیارد میلیارد بزرگش کن، کل این آسمان و زمین همچی خالی بشه، یه عده دارن میرن یه عده دارن میان. ما علیه تو ان الله خلق از آنی کرد، من اصلا قبل که نمیدونستم اینو خلایی هم که خدا خلق کرده خبر نبشتم اینو چی هم چی هم. فقال علی، حضرت شروع کردن به ارشاد، فهمدن یا قنبر، گفتم نعم یا امیر المؤمنین جانم. فرمود هاذهی لاولنا و هو یجری لآخرنا. آقا این نیفتاد، این خلقی که این قنبر میبینه تو اون زمانی که هفت آسمان و زمین در مقابل عظمت ملاهی امیر المؤمنین خط گردو یا بارونه، میگه وقتی این خلق اینقدر کوچیکه، اون جمعیت کسی که میره میاد نمیشه فهمید یعنی چه عدد نجومی. جنبر دیگه من نمیدونم اینهای چی هستن چی هستن. تو دارم گفتم مثلا ندیدن این خلایق رو، نمیشه که انسان باشد انواع و اقسام خلایق. حضرت داد دستش گرفت، فرمودن من بر اینی که تو داری میبینی مال اول ما که من باشم امام اول هست تا برای آخر ما که حجت ابن الحسن باشد. ما دوازده امام در این مقام یکی هستیم. خوش بود نحنا خلقنا قنبر، همه اینها رو ما خلق کرد. و خلق را ما فیه ما و ما بینه ما، اون چی که تو آسمان ها و زمین ما خلق کردیم، اون چی که بین آسمان و زمین ما خلق کردیم، اون چی که زیر آسمان ها و زمین ما خلق کردیم. ثم مسح یده العلیا علی عینی، سپس دستش حضرت دست راستش رو صورت هم کشید. فقاب عنی جمیع ما کنت ارا حتی لم ارم روشه، دست رو کشید دیگه اون صحنه ها از چشم محو شد. برگشتم به حال طبیعی، دیدم در تو مدینه ایستادم امیرالمومنین هم تو همون حکمت بشری جلوی من ایستاده، اما داره نگاه میکنه که تو فهمیدی چی نشونه دادم، تو بروجات فزر و کافره دونستی، من بالاترش رو نشون دادم. اگر فزرت گفت که مولا رفته تو بروجات تقسیم آجار کنه، ارزاق رو بده، تنین آجار کنه، به میراند زنده کند، عزیز گرداند ادهی را، زنی گرداند ادهی را، که حقشون زنده، تو برای تنکین در اومد قلبت تو معرفت بیاقت داری بیاد بالاتر. بدون ازن کل خلاویت را ما به امر خدا خلق